به نام خدا. حکایت وزیر و برهمنان از داستانهای جوامع الحکایات. در کتابهای مردمان هندوستان آمده است که در زمانهای دور وقتی که فور هندی به پادشاهی هندوستان رسید، ولایتهای هندوستان را تماماً زیر فرمان خود برد. وزیری برای خودش انتخاب کرد که بسیار با فراست و هوشیار بود و در شهامت بی نظیر و به راستی کفایت وزیر بودن را داشت. این شاه وزیرش را بسیار دوست داشت و تمام امور کشور را به دست او سپرده بود و وزیر هم به آبادانی و عمران کشور مشغول بود و با همه به عدالت رفتار می کرد. اما در کشور هندوستان طایفه‌ای به نام برهمنان بودند که در دوره‌های گذشته و در زمان پادشاهان قبلی ارج و منزلت زیادی داشتند و شاهان هند با آنها صلاح و مشورت می‌کردند. برهمنان به وزیر پادشاه حسودی کردند و به او رشک بردند، زیرا می‌دیدند که پادشاه فور هندی فقط با وزیرش مشورت می‌کند. پس آنها نقشه کشیدند و حیله ها به کار بردند تا وزیر را از بین ببرند. اما آنها بعد از اینکه همه نقشه ها و حیله ها را به کار بردند و هیچ کدام اثری نداشت، نقشه ای بسیار زیرکانه کشیدند تا پادشاه را فریب دهند و او وزیرش را از بین ببرد. آنها می دانستند که پادشاه پدری داشت که بسیار به او علاقمند بود. مدتی بود که پدرش از این جهان بدرود حیات گفته بود و فور هندی در عزای پدر مدتی پریشان و نالان بود. پس نامه ای نوشتند به خط پدر فور هندی که آن را برای پسرش نوشته، به این مضمون که پسرم، من در اینجا بسیار شاد و خوشحالم و همه چیز مهیاست و فقط یک همنشین دانا و زیرک نیاز دارم. من شنیدم تو وزیری بسیار زیرک و باهوش داری. اگر می توانی او را به نزد من بفرست تا من از دیدار و مصاحبت با او بهره ها ببرم. برهمنان بر این نام مهر پدر را هم زدند که واقعی تر به نظر برسد و آن را به خدمتکار پادشاه دادند تا وقتی که شاه خوابید او را زیر سرش بگذارد. وقتی فور هندی از خواب بیدار شد و نامه را زیر سرش دید، آن را خواند و چون پادشاه بی‌درایتی بود وزیرش را خواست. نامه را به او نشان داد و گفت ای وزیر، این نامه از طرف پدر من است. از من خواسته تا تو را پیش او بفرستم تا تو ندیم و همسخن او شوی. وزیر بعد از دیدن نامه فهمید که کار برهمنان نیرنگ باز است. پس نقشه ای کشید و گفت بسیار خوب ای پادشاه بزرگ، هرچه شما فرمان دهید. وزیر رفت و دستور داد که در محوطه ای در صحرا زمین را کندند. پس از آنجا تا خانه خودش تونلی کند و در آنجا که زمین را کنده بودند هیزم های بسیاری ریختند تا وزیر را در آن بسوزانند. وزیر نزد پادشاه آمد و گفت من آمادم. پادشاه و برهمنان آمدند و وزیر را در میان هیزم ها انداختند و آنها را آتش زدند. سپس وزیر از آن تونلی که به فرمانش کنده بودند گریخت و به خانه اش رفت. این موضوع تمام شد و همه خیال کردند که او در آتش سوخته. اما وزیر که در خانه بود بعد از چند ماه خودش به کسی خبر داد که نزد پادشاه برود و بگوید که وزیر از آن جهان برگشته. پس پادشاه بعد از شنیدن این خبر متعجب شد و فرمان داد تا وزیر را به نزدش بیاورند. وزیر که نامه ای درست کرده بود به نزد پادشاه آمد و به او گفت پادشاه بزرگ، همان گونه که امر فرمودید به نزد پدرتان رفتم، ولی ایشان این نامه را به من داد و گفت ای وزیر، به نزد پسرم در زمین برگرد، زیرا او از من به تو محتاج تر است. پادشاه نامه را خواند که در آن نوشته بود پسرم، از اینکه وزیرت را برای من فرستادی از تو بسیار سپاسگزارم، اما تو باید وزیری کاردان داشته باشی که بدون وزیر مملکت تو برباد می رود. من او را برای تو پس می فرستم و در عوض از تو می خواهم تا برهمنان را که مرا با آنها دوستی دیرینه ایست برای من بفرستی تا با آنها هم کلام شوم و از دلتنگی بیرون آیم. پس پادشاه برهمنان را حاضر کرد و گفت پدرم شما را خواسته و وزیر را برای من باز پس فرستاده است. برهمنان همگی با تعجب انگشت به دهان مانده بودند و زبانشان بند آمده بود. فهمیدند که این وزیر چقدر باهوش و با درایت است.
زیرا علاوه بر نجات خودش از مرگ توانسته آنها را به کشتن دهد. پس پادشاه فرمان داد تا همگی آنها را در آتش سوزاندند تا عبرت عالمیان گردد و بر همه معلوم شد که نباید برای کسی چاه کند، زیرا اولین نفر که به چاه می رود خود چاه کن است. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این حکایت آموزنده نیز با من بودید سپاسگزارم. ممنون میشم با لایک و کامنت کانالم رو حمایت کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. شاد باشید.